صحابی به نام جلیبیب است. جلیبیب یک صحابی فقیر و انصاری هست، در مدینه منوره زندگی میکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفهمد که زن نداره، در خانواده خواستگاری میکنه. پدر یک دختر صدا میکنه، میگه دخترت بر فلانی نفر بده. روایات به انواع مختلف است. دخترت بر فلانی بده، میگه من یک مشوره میکنم با مادرش. میگه مشکل نداره، مشوره بکن. وقتی پدر میره پیش زنش، با مادر دختر مشوره میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم دختر ما را برای فلانی صحابی خودش جلیبیب خواستگاری میکنه، موافق است یا نه. در روایات میآید که پیامبر میگه ما خواستگار دختر شما هست. پدر دختر میگه که افتخار بزرگ است، شما که داماد ما شوید افتخار بزرگ است. پیامبر میگه به خودم نمیگم، برای صحابی خودم. چی کسی است صحابی؟ جلیبیب. وقتی نام جلیبیب میشنوه میگه خیمه یک مشوره میکنه. وقتی مشوره کردن میره زن، وقتی که نام جلیبیب میشنوه میگه امکان نداره که ما دختری خود برای جلیبیب بتیم، در حالی که برای فلان فلان صحابی ندادیم. مردمای با نسب و با حسب و با امکانات به اونها ندادیم، چه رقم به این نفری میتیم که امکانات نداره، زندگی نداره؟ رد میکنن. از این جریان دختر که خواستگاری میشه سر و صدا را میشنوه، در خانه دیگری است. صدا را که میشنوه دختری مسلمان با عفت صادق با تقوا، سبحان الله، وقتی میشنوه خود دخیل قضیه میکنه، میگه شما خواستگاری پیامبر ردت میکنی؟ شما میفهمین چه کار میکنی؟ خواستگاری پیامبر ردت میکنی؟ امکان داره که خواستگاری پیامبر رد شود و پیامبر بگین که میره قبول دارم، سبحان الله، و پیامبر بگه که من ایره قبول دارم، فقط به خاطر ازی که ایره پیامبر خواستگاری میکنه. انشاءالله که خداوند برای ما در این ازدواج خیر و سعادت بسیار بزرگ ایره نهاده هست. بالاخره اینها مجبور میشن، چون دختر قبول کرده، برای پیامبر پیام میرسانن که بلی ما قبول داریم. وقتی هر دو با هم ازدواج میکنن، چند روزی نمیگذرد که جنگی و غزوه در میان مسلمان ها و کفار صورت میگیرد. وقتی که در جنگ می روند، جلیبیب هم در میان کسایی است که در جنگ شرکت می کنند، سبحان الله. او بزرگوارا شهادت آخرین آرزویشان بود، صادقانه شهادت را طلب می کردند، مانند با از روی زبان و از روی دل نه، از روی دل نه دیگه. بنابراین وقتی که از غزوه و جنگ خبر می شند، کنار همسر خود رها می کنند، در غزوه می روند شرکت می کنند. وقتی که غزوه تمام می شند، پیامبر صلی الله علیه وسلم با یاران شهدا را می پالند. میگه وقتی که شهدا را جمع میکنن، پیامبر به یاران خود میگه که شما کسی را گم نکردین؟ میگه که نه. پیامبر میگه من یک نفر دیگه گم کردم، پیدا نمیکنم کجا باشه. و کی است؟ جلیبیب. پیامبر به دنبال جلیبیب یار نازنین خود است که جلیبیب در کجا باشه، سبحان الله. میرن میپالن میپالن، میبینه که جسد مطهر جلیبیب رضی الله عنه در زیر سیل از خون اموت در خون افتیده و جام شهادت نوشیده است، و در اطراف جلیبیب 7 جسد از مشرکین اموت افتیده و مردار شده در اطراف جلیبیب دیده میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که 7 نفر مشرکین و دشمنان خدا را مردار کرد و سرانجام خودش جام شهادت نوشید. پیامبر سر زیر در آغوش خود میگیره، برزی قبر میکنن و ایره در داخل قبر دفن میکنن. راوی میگه که ما در میان بیوه های مدینه هیچ بیوه را غنیتر و سرمایه دارتر از بیوه جلیبیب ندیدیم، چون ای زن و ای دختر مسلمان به فیصله پیامبر صلی الله علیه و سلم ای تن داده بود و قبول کرده بود. آیتم نازل میشه، آیت به می خاطر نازل میشه که وقتی خدا و رسول فیصله میکنه، هیچ مسلمان اجازه نداره که در برابر فیصله الله و رسول سری مخالفت داره. یک قضیه نیست. دیگه قضیه ای است که میگن این آیت در مورد حضرت زینب بنت جحش نازل شد. زینب بنت جحش دختر عمه پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم از زینب خواستگاری میکنه برای پسرخوانده خودش حضرت زید بن حارثه، که ما شما در درس دیروز این را خوانده بود. زید بن حارثه گرچنده که پسرخوانده پیامبر هست، ولی که در اصل غلام است، اصل و نسبش معلوم نیست که از کجا هست و چی کاره هست. وقتی که پیامبر خواستگاری میکنه،
حضرت زینب بنت جحش خواستگاری پیامبر قبول نمیکنه، میگه مرا به یک نفر میدی، این خو غلام است، این خو اصل نسبش معلوم نیست و من از جمله سنادید و اشراف زادگان مکه و قریش هستم، مرا چه رقم به این میدی؟ قبول نمیکنه. آیت نازل میشود که در برابر فیصله الله و رسول هیچ مسلمانی اجازه نداره که سر مخالفت بردارد و این فیصله الله و رسول قطعی هست. زمانی که آیت نازل میشه زینب بنت جحش به خلاف میلش تن میته و قبول میکنه، چون یاران پیامبر مردان و زنان از خصوصیتشان این بود که در برابر حکم الله و رسول وقاف بودن، وقاف ولو که به خلاف میلشان میبود وقتی الله و رسول چیزی نمیگفت استاب میشدن، دیگه در برابر چون و چرا و تعلل نمیکردن.